أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر و اسلامی مومنین خدا همتان به خانه خدا خوش آمده پروردگار این ساعت ها را برای ما و شما مبارک گردانه سلسله بحث های ما و شما درباره سوره آل عمران پاره چهارم قرآن آیه های رقم 95-96 درباره نسل پاک یا او را ذریه میگن خب سوره آل عمران این سوره آیله است در اسلام سوره آل عمران سوره چی بوده است؟ آیله بحث من بحث کعبه بود و ذکر الزرقی ان عمر رضی الله عنه کان یکسوها قباطی و کساها معاویت و ابن زبیری الدیباج الاحمر امام ازرقی در کتاب تاریخ نامش آورده است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشان از مصر پرده آوردن سیاه و خیلی صفتی بلند بود کعبه را پوشاندن در زمان حضرت عمر هم کعبه چیده بده است؟ پرده پوش شده بده است و بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت معاویه ابن ابو سفیان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کعبه را امارت کرده بده است پردهش چکار کرده بده است؟ علیش کرده بده است پرده های قباطی از قبط مصر یعنی از مصر پرده های خیلی سیاه و روشن و زیبا برای کعبه پوشاندگی بده است عبدالله ابن زبیر دیباج احمر پوشاندگی بده است دیباج احمر روایت بده است یعنی که از برای مردم مصر خیلی لباسی با شرف بود با این کعبه را لباس کرد در زمانهایی که در شهرهای مشهور در بلادهای مشهور در منطقه های مشهور مردم می رفتند خصوصا در زمان دولت عباسیه انا همین مقصد انا همین گزوار متریال دیباج الاحمر خیلی قیمت بلند داشت کمی سرخچه بود است همیرا در زمان حضرت عبدالله ابن زبیر از همین پرده سرخچه کعبه را پرده کرده بود است یعنی بینین که از کدام زمان اولین مردمی که کعبه لایی را در بدنش پردمان کیا بودن؟ مردم توبعا، ملک توبعا، انا همین ها کرده بودن بعد از او قبیله حزیل، بعد از او قبیله ها جرهوم و اینها آمدن آستاردار کعبه شدن از همون زمان آمد به زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از او زمان به زمان حضرت عمر آمد رسید به زمان حضرت معاویه و عبدالله ابن زبیر رسید در این زمان پرده ها خیلی قیمت پیدا کردن پرده های به قیمت و زیبا و خیلی غفص و خیلی در دنیا قیمتی بلند داشت برای کعبه می آوردن و کان تکسا یوم عاشورا ثم سار معاویه یکسوها مرتين در زمان حضرت معاویه در روز عاشورا عاشورا کدام روزه دهم روز ماه محرم هست که در آن روز پروردگار فرعون نابود کردگی در انا همون روز حضرت معاویه بار دویم کعبه را چکار کرده بود است پردش علیش کرده بود است در کدام روز دهم ماه محرم علیش کرده بود است و المأمون کان یکسوها ثلاثا بعد اینها خلیفه مأمون یعنی از خلیفه های بزرگ عباسی یعنی خلیفه مأمون این شخصیت فرزند هارون الرشید این شخصیت با کعبه را چکار کردگی بود است علیش کردگی بود است پردش در زمانش یعنی بینین که از امپراتوری و از سلطنت و از زوری و از کشورکشایی ها و گب نمیشه اما کسی یه پرده کعبه را علیش کرده در تاریخ نموش هست که مأمون خیلی یک خلیفه عجیب بود مأمون خیلی یک خلیفه هم در ظلم نموش بلند بود هم در عدل هر داشته اما در زمان خلافتش خیلی پیش رفتگی بوده است کی پرده کعبه را علیش کرده بود سه این بار الدیباج الاحمر یوم الترویح بعضی ها میگن که پرده های سرخ کعبه را پرده های سرخ کعبه را یک روز پیش از عید قربان که آن را میگوین ایام الترویح ترویح یعنی که روز شتر آبتهی مردم حاجی ها شتر را میبیارن
خیلی اونها را نگاه می‌دارن، روز هشتم می‌بیارن، اونها را آب می‌تیان برای این چیز، اونها را آب می‌تیان روز ترویه، یعنی شکمبای اونها را پر از آب می‌کنن، روز نهم اونها را می‌قپن، روز دهم اونها را چیکار می‌کنن؟ ذبح قربانی میکنن. این ایام ترویح میگن، یعنی که یک روز پیش از عید قربان پرده کعبه را علیش میکردن. این در زمانی کدام خلیفه شدگی بوده است؟ در زمانی عبدالله ابن زبیر و خلیفه مأمون این قانون بوده است که یک روز پیش از عید قربان پرده کعبه را چیکار میکردن؟ علیش میکردستیان. یعنی که چرا پیش از عید قربان حاجی‌ها در اونجا در عید قربان هستن، همه کعبه گرفته میشوند، منظور از چی است؟ اونها میبیان طواف قدوم میکنن، یعنی که از مادر به دنیا آمدگیان، همه را گرفتن بردن، تقسیم میشوند، میبرن، نو پرده نو میمونن. در ایام ترویه هشتم روز ماه ذوالحجه علیش میکردستیان. جنازه ذوالقعده هست، اکنون ماه پیش آمد، آخران ماه ده، آخران ماه سال ده، هشتمشته همینه چکار میکردین؟ پرده را علیش میکردین. در زمان خلیفه مأمون همین به رسمیت شناخته شده بود است. والقباطی هلال رجب. اما قسمتی از علما گفتن که قباطی از همون متریال های مصری وقتی آورده کعبه را علیش کرده بودین در زمان حضرت عمر، ماه رجب بود است. در زمان حضرت عمر کدام ماه بود است؟ ماه رجب. والديباج الابيض يوم 27 من رمضان المعظم. یک نو دیباج، یعنی که یک متریال ملایم سفید چه بدای در زمان 27 رمضان شب قدر در زمان سلطان الپرسلان هم علیشتگی بدست. در زمان ترکای سلچوقی هم چکا کرده پرده کعبه را، اونها دیباج کمی سفید رنگش کرده بدستیان. در کدام شب قدر؟ 27 شب رمضان در زمان الپرسلان هم همین چیز شده بوده است. یعنی که بینین که این قدر خدمت در حق خانه خدا، برای یک پردش چه کوشش میکنن، برای یک رشته او کوشش میکنن، برای یک مقصد آورده در اونجا آویزان کردن در کوشش میکنن. نام اونها در این سطرهای تاریخ میمونه. این اول بیت وزع للناس، این اولین خانه هست که برای جهانیان علامت گذاری شد، برای نسل آدم. این در مکه مبارک است، برای جهانیان هدایت است. نام این کعبه های، نام این چی های؟ کعبه. و اول من اتخذ لها غلقا عبدالمطلب. اولین انسانی که در کعبه دروازه کرده و دری کار دروازه کعبه را قلف کرده، این بابای رسول اکرم عبدالمطلب ده. اولین انسانی که دروازه های کعبه را زلفک کرده او را قلف میکنه عبدالمطلب ده، بابای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. دروازه کعبه را چکار میکنن؟ دروازه کعبه را قلف میکنن. باب حدید من تلک الاسیاف، یک باب آهنی، یک دروازه آهنی میکنه از چی؟ از اسیاف. اسیاف چیست در اینجا آورده؟ اولین کسی که دروازه کر کعبه را اینجا آورده، این مورخ گفته این قبیله طبعا بود که شما پیشتر گذشته بحث شد که پرده کرده بودن، در کرده بودن. میگه دری اونها در بود، رنگی دری عبدالمطلب نبود، دری عبدالمطلب میگه از آهن سرخ بود. اسیاف هیال اسیاف القلی، رنگ درهای قلعه بود میگه که اولین مراتب او را قبیله جرهم کرده بودن. جرهم آمدن زمزم کندن، از همون آهن استفاده بردن، از همون آهن سخت ناب با عبدالمطلب یافت و آورد برای کعبه دروازه کرد، از همون نو بگه با قلف کرد. اولین کسی که کعبه را قلف و دروازه مستحکم کرده بود است، این عبدالمطلب بابای رسول اکرم بود است صلی الله علیه وسلم. و اتخذ عبدالمطلب ایضا حوضا لزمزم. عبدالمطلب بعد دروازه کردن کعبه و قلف کردن و خوشرو کردن، اولین انسان بود است که چاه زمزم حوض زیبا کرده بود است برای انسان ها نوشیدن شه، برای انسان ها کاسماندن شه، جای شیشتن شه، حتی سرفه ها کرده بود است برای شیشتن زمزم. اینا کی کرده بود است؟ عبدالمطلب بابای رسول اکرم. اکنون امروز ها شما بین صفا و مروه میرین، خدا همتا نصیب کنه اگر دیدگی باشین، وقتی که از جانب صفا میدون به سوی مروه، از مروه میدون به سوی صفا، یک عجایب صنعتی هست در اونجا، هم صدای بلندی ملکوتی ذکر
یکی لبیک میگه، یکی سبحان الله، یکی الحمدلله میگه، یکی الله اکبر، هم لباس سفیدی، لباس سفید احرام زن و مرد، مردها میدوند در بین همین صفا و مروه، هر یک نقطه بین 100 متر نقطه های هست با جای زمزم نوشی، اما در همه بین جای زمزم نوشی کردگی هستن، یک جای خیلی خوب و مساعد چشمه خنکه که تازه ترین زمزم در همونجا یافت می شود، از همونجا می نوشن حاجی ها. انا همین موسم حج ده پیش همونجا ده بازار بده، ولی امروز قدر زیبا کردین، خوش روش کردین، می بینه یک جای زیبا پیش اونجا بازار بده است، حتی مردم به درون بازار سعی بین صفا و مروه کرده می دویدین، همونجا در عبدالمطلب صرفه ها کرده بوده است، در صرفه مردم با کاسه های چوبین شیشته از همون آبی زمزم گرفته با چستیل چکار میکردین؟ مینوشیدین. اولین انسان بوده است که این تنظیم در موسم حج عبدالمطلب جاری کرده بوده است. یستخامین ها که مردم از اون مینوشیدن، و کان یخرب باللیل، بعد از اون آوردگی بوده است که یک شب میگه از روی حسد که بود اینقدر از روی خصف و حسد و بدبختی آمدن مگه همین صرفه های عبدالمطلب کلید کردن، یک قبایل بود همون جای زمزم هموار کردن، کلیدش کرده بود دستیم با یک وقت همون جا رو ویران کرده بود دستیم لهو همون جا را. فلان ما غمه و ذالک قیل لهو فی النوم، وقتی که این کار را پیچاندن و تاریک کردن، اونجا رسوا کردن، در خوابشان دویم مراتبه دیده شد همون مردمی دوره که قل لا احل حال مغتسلین و هی لشاربین حل و بلین و قد کفیتهم ففعل ذالک. همون کلید کننده ها در خوابشان در آمد، میگه یک ندای ملکوتی رئیسشان ده که اینجا برای آب نوشی های نه برای سرشوی، اینجا جای حل حلال است، جای بل جای رحمت و شفا هست، چگونه شما اینجا رو ویران میکنه؟ کی حق داره که اینا ویران میکنه؟ بعد از این فهمیدن میگه خستن و فردا با امارتش کردن، یعنی که اونجا جایی گو سرشوی نیست که شما اونجا رو کلید کنه، اونجا حمام نیست، اونجا جای نوشیدن آب است، اونجا جای حلال ترین آب است، و بل یعنی رحمت، مکان رحمت، مکان شفا. این شوخی نیست، این در نظر ما یک چیز عادی میتابه. اغلبیت بیمارایی که حج میروند رنگ مادر به دنیا آمدگی نغز میشوند، صحت میشوند، سالم میشوند، نیرو میگیرند، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودگی هستند که از آب زمزم به پرگی نوشه و آب زمزم در جای درداتان زنه، زیرا که آب زمزم همه شفا و رحمت هست. حتی عبدالله ابن مسعود گفت است که فرق ما از امتای پیشین در حج کردن از نوشیدن زمزم میکرد. گفتن چرا؟ گفت اونها اقاکی اقاکی می نوشیدن، ما همین خیلی می نوشیدیم که از دهن و بینیمون می برامد، یعنی معلوم که امت پیغمبر زمزم باید بسر خورد. در همون جا که رسید هر خیل آبا را ننوشه، هر خیل چای را نخره، کوشش کنی زمزم زیاد نوشه. فرق حجم همین است. در یک روایت دیگر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شنند که از ابن مسعود میکنه روایت ها پیغمبر صحابش مگر فرق ما از منافقا از همین است که در نوشیدن زمزم در حج فرق میکنه. تن چگونه؟ گفت انسان هایی که نفاق داشته باشن بهانه گفته کم مینوشن، اما انسان های ایمان داشته باشن، اخلاص داشته باشن، از زمزم زیاد استفاده میبرن. حتی بالای دردا تانده گفتن آبی زمزم از زنه، آدم های کسلی زیاد نوشه، گفتن زمزم رحمت های خنکش نه، گرمتر شفاش زیادتر های. و کان بعد من اراده ها بی مکروهین اصیبو فی یدی او فی جسدی حتی انتهو انهو. حتی برای این برای ما میگه هر کسی بخواه از اون آب ناخوش نیست، برای خودش مکروه ندانه، بگیره ثوابه که در بدنش پاشه، در جسدش پاشه، از او اشتها کنه، از او بنوشه. ذکره زهریو فی سیرهی، امام زهری هم در سیرش آورده است که او را بنوشه. چرا؟ زیرا که از زمان رسول و پیش از رسول تا به امروز تمام حجاج مؤمنین خدا از زمزم زیاد استفاده بردن، ای زمزم زیاد استفاده بردن. زمزم ناب برای کلی درد شفا های مگر مرگ. زمزم ناب امروز نغز میدونین که صدها سال اگر زمزم در یک جامونی ویران نمیشوه،
افلاس نمیشوا. این یک رحمت خدا های. این ببینین علامت ها و نشانه های تاریخی در باره زمزم. امام بخاری در صحیحش آوردگی بده است از حدیث علی پسر عبدالله از سفیان ثوری از زیاد ابن سعد روایت کرده که بده است از سعید ابن مسیب از این تابعین بزرگ از ابو هریره روایت بده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودیان که یخرب الکعبه ذو سویقتین من الحبشتی، کعبه را روز کلیت میکنه و ویران میکنه یک انسان هسته که زو سوی قطعین، یعنی که ساقاش کشاد کشاد میمونه پاشه، وقتی گشتنده ساقاش کشاد کشاده از مردمی حبشه، این میبیا کعبه را کلید میکنه. یک روز کعبه هم چی میشده؟ ولنگوار میشده. این نشانه قیامت های از مردمی حبشه های گفت. در دیگر روایت آمده که بدهد که اسودون افحجون یقلعها حجرن حجرن، در مسند ابی داود طیالسی آوردگی بده است که مرد سیاه افحج بده است. افحج گفته چی را میگن؟ یعنی بین ساقاش دراز، یعنی بین ساقا و زانوهاش دراز بده است، یعنی این دور میدیده است بین همین ساق بین بجول و بین زانوش ساقش دراز بده است. انا میخوای شاه سر قدرت می آمده است، خیشت خیشتی کعبه را میگه میکنه، یعنی که خیلی کفر با قوت میشولی، خیشت خیشتی کعبه را میکنم. این هم خیلی حکم برو را گفت. این از حبشان های اول ما یستحیل حاز البیت اهلا، اولین انسانی که کعبه را حلال میدونه ویران کردنش انمی بدبخت های گفت. این نشان های قیامت های و اذا استحلوه فلا تسأل عن هلکت العرب، وقتی شما دیده که مسجد ها در اون منطقه ویران شدن، شما دیده که مسجد ها به این روز آمدن در اون سرزمین عرب، شما دیده انا میخواد روزها که فرا رسید، دانین که عرب دین حلاک کرده گیا. معلوم دست که به دست عرب دین حلاک میشد است، به دست خود انا مینو میشد اگر دین رسوا. انا امروز مگه اگر شما دیده انا مین روزه که کعبه و امارت کعبه و انا همون منطقه های مسجد مشکلات شما، دانه که این خود از نحسی عرب های عرب آن روز همه را خودش حلاک میکنن، عرب آن روز همه را خودش ولنگوار میکنن. برای چه کعبه را انا میخیل میکنن؟ خودشان مگه خود خودشان راه میتیان، خودشان امکانیت میتیان که اینها میبیان کعبه را ولنگوار میکنن. خب ثم تجيء الحبشه فيخربونه خرابا لا يعمر بعده، بعد از اون آیات عرب ها دین فساد میکنن، دین رسوا میکنن، خصوصا خدا لعنت کنه ایار اینو کردستیان، اینو بسیار رسواگی کردستن، امروز دین رسوا میکنن، میگه حتی به درجه کفر قدرت میوه که کعبه را خراب کردنش غیرت پیدا میشوه، میگه کعبه را خراب میکنن، بعدی خراب کردن این حبشه ای که سری قدرت میبیو زنگی، کسی میگه او را دیگه امارت کردن نمیمونن، نمیتونن، همی خیلی نمونده است، امارت کردن نمیشده. میگه انا میخیل یکی از علامت های قیامت نمینه که کعبه دم میرسن، کعبه دم چقه میشون. در سنن ابو داود آمدگی بده است از حدیث موسی ابن جبیر از از ابی امامه ابن سهل از عبدالله ابن عمر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که گفتیان اترک الحبشه ما ترکوکم فانه لا یستخرج کنز الکعبه الا ذل سویقتین من الحبشه. پیغمبر خدا گفت که حبشی وحشی ها را چقن نشوی، اینها را به حال خوشان بگذاری. گفتن چی با؟ گفتن از بین اینها مردم پیدا میشن و که خیلی اینا احمق ابلهام، ولی میشما اهمیت ایکو همی سیاه پوستا و سیاه چیزا کمن آدمی خوش، اینا بسیار احمق میشن، بسیار اینا حتی که فراست هم ندارن. از بین اینها نفر میشه و گفت که گنجینه های کعبه را کنده بیرون رو هرده میپرتویا، تگی همه کعبه دگو گنجینه های گفت همی را میکنه بیرون ده میپرتویا، ساقاش دراز دراز ای گفت، یعنی که خیلی ضرری کلان بالای مردمی چیده میبیاره، گو مسلمان قبله شانده میبیاره. این نشانه قیامت های برادرو، این نشانه قیامت های شما میبینه. گو در مسند احمد از عبدالله ابن عمر روایت بده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتن که کعبه را ویران میکنه یک ساق دراز از مردم حبشه و یسلبها حلیها و یجردها من کسوتها. شما میبینه گو آن روز چنان حلی تمام زمین عرب خانه هاشون تیلویش دگیه، شما میبینه گو پیشروی را، شما میبینه همه اونها حلی تیلو میپوشن، لباس های تیلویی دارن، خانه های تیلویی دارن،
اما کعبه را آن روز ویران میکنن، شما اطراف را میبینه زرق و برقش، حیران میشه اما کعبه را ویران میکنن. واقعا یک در آنجا یک امارت ها رفته سه حیران میمونی. یک روز میشه گفت یک مرد میبه ساقای او دراز او حبشه وحشیه هم کارا میکنن. این نشانه های آخر الزمان در حق قبله ما های خدای ما را از فتنه اینها نگهبان شو، عاقبت کار ما را به خیر گردان. پروردگارا هر چیزی که رسولت گفت و وعده داد این می بیایم. خدای ما را ایمانمون را مستحکم، قدمامون را استوار، مسجدهامون را به قوت، کعبه دوستداری ما را قدیم، مسجد دوستداریمون زیاد گردان. آمین آمین یا رب العالمین.